جمعی از طلاب علوم دینی شهر مقدس قوم طی نامه خطاب به مراجع اعزام تقلید از ایشان خواستند تا از ادامه اهانت به مقام شامخ مرجعیت و فقاهت از سوی حکومت ایران جلوگیری کنند متن این نامه به شرح زیل است بسم الله الرحمن الرحیم محضر مبارک مرجع عظیم و دام زله الوارف پس از ارز سلام و ادب و آرزوی طول عمر همراه با برکت و صحت تحت عنایات مولانا حضرت صاحب زمان ارواحنا فدا و عجل الله تعالی فرجه به و مبارک میرسانیم بیشک آنچه امروز به عنوان دین مبین اسلام بر اساس تفکرات الهی و ناب اهل بیت علیه و سلام در اختیار مردم است مرهون زحمات و جانفشانی های آلمان بزرگی همچون شیخ توسی، شهید اول و ثانی و غیر ایشان قدس الله انفسهم هم و می باشد. آلمان شیعه در طول تاریخ همواره مورد اذیت و آزار مخالفین واقع شده و زجرهای فراوانی را به جان خریده و بعضا به درجه شهادت نائل گردیدند و حتی بخی هم چون شهید اول پس از شهادت نیز بدنشان در امان نبود و سوزانده شد تا معارف ناب اهل بیت علیه السلام به دست ما برسد گرچه این گونه جنایات بسیار تلخ بود ولی تلختر از آن وقایعی است که برای برخی از مراجع معظم تقلید و علمای عامل در چند دهه اخیر و در کشور عزیزمان ایران کشور امام زمان الله تعالی فرجال شریف به وقوع پیوسته و موجب سلب آزادی بیان فقهای های شیعه و آزرده شدن شیعیان گردیده است. مواردی همچون خانه نشین نمودن، اهانت سریح به مراجع مستقل شیعه، زدن اتهامات زشت و ناروا، بازداشت، اذیت و آزار و حتی ممانعت از تشییع جنازه که در حق آیات ازام راهل همچون سید کازم شریعت مداری حاج آقا خاقانی، حاج احمد خانساری، حاج آقا تقیه تبا تبایی حسن تبا تبایی قومی، سید محمد روحانی، سید عبدالله شیرازی، سید محمد حسینی شیرازی و حسین علی منتظری قدس الله اسرارهم و آیات ازام حاضر همچون سید صادق روحانی، سید صادق حسینی شیرازی و یعصب الدین رستگاری جویباری ادام الله زلهم بسیار دردناکتر است از جنایاتی که مخالفین مرتکب شدند چرا که ایشان دشمن بودند و اینان دوست و شیعه اند. از جمله این اهانت ها متوقف کردن خودروی حامل مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دام از الله الوارف در ساعت ده و سی دقیقه ی روز سهشنبه پانزده همه اسفند ماه جاری در مقابل دیدگان به زده مردم می باشد. ایشان پس از متوقف کردن خودرو به شیوه بسیار زننده و با خشونت آیت الله سید حسین حسینی شیرازی فرزند بزرگوار ایشان را از اتومبیل بیرون میکشند به گونه ای که ایشان به زمین افتاده و عمامه مبارک از سرشان به سمتی پرت می گردد. این اتفاق هولاک تنها به این جهت رخ می دهد که ایشان از معمولین اطلاعات درخواست می نماید تا پس از رساندن مرجع بزرگوار به بیت مکرم با آنان بروند. اکنون و پس از گذشت چند این روز از بازداشت ایشان هیچ گونه خبری از ایشان در دسترس نیست ما جمعی از شیعیان و طلاب علوم دینی از قوم مقدس به این باور رسیده ایم که این گونه حرکات خواسته و یا ناخواسته نتیجه جز مبارزه دین علیه دین و از بین رفتن جایگاه مرجعیت نخواهد داشت لذا خواهشمندیم نظر مبارکتان را در خصوص این گونه حرکات غیر دینی و حتی غیر انسانی بیان فرمایید و ما را به راه سواب رهنمون گردانید تا ما نیز به نوبه خود برای بسیاری از مردم که از این رفتارها متحیر و منزجر گشتهاند پاسخی داشته باشیم و الله اتکلان و الیه المشتقا و وللمتقین للمتقین